در ادامه سلسله گفتگوهای شبکه جهانی دور تیوی با فعالین سیاسی، مدنی و حقوقی، این بار به سراغ آقای دکتر محمد ملکی، اولین رئیس دانشگاه تهران پس از انقلاب سال 1357 رفتیم تا گفتگویی رو با ایشان در ارتباط با سرکوب دراویش گنابادی و بازداشت خانگی آقای دکتر نور علی تابنده و نامه‌ها و مکتوباتی که به ایشون منتسب شده در طول این مدت داشته باشیم. توجه شما رو به این گفتگو جلب میکنم. آقای ملکی، سال اول من مربوط میشه به بازداشت خانگی آقای دکتر نور علی تابنده که الان بیش از 100 روزه که ایشون در بازداشت خانگی به سر میبرند. پس از سرکوب گسترده دراویش در 30 بهمن ماه 1396. شما و آقای دکتر نورعلی تابنده دورانهای زیادی رو با هم در دفاع از حقوق مردم ایران گذراندید. لطف کنید اگر مواردی رو مد نظر دارید در ارتباط با آقای دکتر نورعلی تابنده و بازداشت غیر قانونی ایشان در منزلشون برای بینندگان ما بیان کنید. من شروع میکنم با بسم الحق. از هم که در مورد آقای تابنده، من فکر میکنم که از کسانی که الان زنده هستند و تقریبا حدود سنیشون در همون حدودها هست، فقط من موندم و من اصلا میخوام طور کلی آقای تابنده رو معرفی کنم که آقای تابنده کی بود، کی هست. ما در سال 1356 یا 55 یه نامه نوشتیم به کورت والدهایم، دبیر کل سازمان ملل، و در اون نامه برای اول بار نوشتیم تمام بدبختی های این مملکت به گردن شاهه. شاه هست که همه ظلم ها و بی‌عدالتی ها رو روش سهه میذاره. این نامه خیلی سر صدا کرد تو ایران و در دنیا. بعد 27 نفر این نامه رو امضا کردن، بیشتر بنده بازرگان بود، من بودم از کنم که بودن دیگه، الان من یادم نیستش. 27 نفر از شخصیت های سرشناس از همه گروه ها، هم چپی بود هم راستی بود، امضا کردن این رو. وقتی بعد اومدیم بیرون تصمیم گرفتیم که این 27 نفر یک تشکیلاتی درست بکنن. این تشکیلات در منزل از کنم که یکی از دوستان تشکیل، یعنی جمعیت تشکیل شد و اساسنامه تشکیلات تصویب شد و به نام جمعیت دفاع از آزادی و حقوق بشر. یکی از اعضای سرشناس این جمعیت هم آقای تابنده بودش. ما کارمون رو انجام میدادیم تا اینکه عرض کنم واقعه کرمان اتفاق افتاد، واقعه همه مسجد کرمان. من و آقای میناچی و عرض کنم که آقای تابنده و یکی دو نفر دیگه که اسمشون یادمون نیست مأمور شدیم بودیم اونجا رسیدگی کنیم ببینیم در جریان چیه. از طرف جمعیت رفتیم اونجا تو اون مسجد و از کنم گیریدیم اون چیزایی که شایع بوده نیست، ولی داستان این بود که یه عده ای رو شاه آورده بودش از نقاط مختلف به نام لولی ها در مقابل کولی ها، لولی ها، و اینها بودن که به مسجد حمله کرده بودند و یه مقداری خساراتی وارد کرده بودند. من از اونجا با آقای تابنده بیشتر آشنا شدم، بیشتر سعی می شدیم و عرض کنم که این صمیمیت بود تا موقعی که انقلاب 57 انجام شد و آقای تابنده هم جز مؤسس این جمعیت بود و ما هر کاری که میتونستیم چه قبل از انقلاب چه بعد از انقلاب برای دفاع از حقوق الکنم که حقوق مردم و آزادی و حقوق بشر انجام میدادیم. ایشون کاملا جز سیاست بود، تو سیاست بود تا موقعی که برادرزادش فوت کرد و ایشون جانشین ایشون شد، و ولی باز همچون تحصیلات عالی داشتش و اصلا که نمیتونست مسائلی که بر مردم میگذره نادیده بگیره. بود از کنم که چند سالی هم در این سمت قطب
دراویش بود تا اون جریانات دراویش پیش اومده و عرض کنم که ایشون عرض کنم که به قول اینا 600 روز در حرس قرار گرفت برای اینکه دراویش عرض کنم که در حالی که دراویش معمولا وارد سیاست نمیشن ولی شرایط فقط سخت بود برای همه از اون جمله دراویش که اینا وارد سیاست شدن و چند بار که به منزل ایشون حمله کردن دراویش دفاع کردن یه عده زیادی از دراویش گرفتن که الان هم عده ایشون در زندان هستند. آقای ملکی، یکی از مواردی که مورد توجه هم حقوقدانان مملکتمون و هم آقایون علما قرار گرفته در ارتباط با بازداشت خانگی آقای دکتر نورعلی تابنده، مکتوبات و دستنوشته هایی که در این مدت که آقای تابنده در بازداشت خانگی هستند منتشر شده و به آقای تابنده منتسب می کند این نوشته ها رو. حقوقدانان بر این عقیده هستند که حتی اگر این نوشته ها به دست آقای تابنده نوشته شده باشه، بنا به اون شرایطی که آقای تابنده در اون قرار داره، شرایط اکراه و اضطرار، هیچ کدوم از این نوشته ها و اعلامیه ها ارزش و اعتبار حقوقی نداره. نظر شما رو میخواستم در این مورد بدونم. من چون این دوران دو طی کردم در زندان و غیر و غیر و البته از طرف من چیزی منتشر نشد، ولی خب از طرف دوستان منتشر میشد یا میبردن مصاحبه باشون میکردن اینا. در این شرایط به هیچ وجه نه اون مصاحبه ها نه این عرض کنم که نوشته ها و نامه هیچ ارزش حقوقی نداره. این کارها نوشته ها و این عرض کنم که یه چیزی می نویسن به اسم ایشون، ممکن امضاش هم جعل کنن یا مهرش هم پاش بزن. من میخوام به عنوان یک دوست آقای تابنده که بیش از 40-50 سال ایشون رو میشناسم بگم که ایشون آدمی نیست که یاد نامه بنویسه و دفاع بکنه و این کارهایی که تو نامه ها هست و تو از کنم که آقای ملکی، مسئله دیگه ای که مورد توجه قرار گرفته اینه که چند روز بعد از اینکه آقای تابنده در منزل خودشون در حقیقت بازداشت شدند و در حصر خانگی غیر قانونی قرار گرفتند، چند نفر رو به عنوان نماینده برای ایشون معرفی کردند که حقوقدانان معتقدند تا زمانی که آقای تابنده خودشون در یک منظر عمومی در برابر مردم و دراویش آزادانه به دور از هر گونه فشار و تهدیدی حاضر نشند و این افراد رو تایید نکنند و سمتشون رو مشخص نکنند، جایگاه این افراد هیچ گونه ارزش و اعتبار قانونی و حقوقی نداره. می‌خواستم نظر شما رو در این مورد بپرسم. نه، هیچ ارزش نداره نماینده تعیین کردن و هر شرایطی که ایشون هستش و اینا، این است که هیچ ارزشی نداره و مردم هم نباید توجه بکنن.